سلام دوستان وقتتون بخیر باشه در روزهای گذشته اواخر هفته گذشته یه خبر در رسانه منتشر شد این خبر اشاره داشت به حضور میدانی فرمانده سپاه پاسداران در جزیره بوموسا و دیدار با نیروهای مسلحی که در این, جل... در این جزیره حضور دارن خب اینها بعد از نشستی داره برگزار میشه که سعیون سر فلسطین اشغالی برپا کردن نشستی که قرار بود یک ائتلاف علی... علیه ایران به وجود بیاره خیلی خنده داره اینها قرار بود توجه دنیا رو به فلسطین اشغالی جلب بکنن بگن ما داریم ائتلاف علیه ایران تشکیل میدیم اتفاقا توجه دنیا به فلسطین اشغالی هم جلب شد ولی همزمان با نشست اینها همه داشتن نگاه میکردن ببینن این عملیات که فلسطینا دارن علیه اینا انجام میدن چیه چرا اینقدر مدلش جدیده چرا اینا ترسیدن چرا شهرک نشینا انقدر شوکن دقت کردین چی شد اتفاقاتی در همون زمان که این نشست رو برگزار میکردن رخ داد که به طور کلی اینها رو سوژه کرد من به شوخی به یکی از دوستان میگفتم گفتم احتمالا وقتی که اینا گفتن اعتلاف میخوایم تشکیل بدیم ایران برگشته گفته که خب اصلا اعتلاف چرا جنگ چرا ما اصلا تو منطقه اون جنگ نیاز نداریم بیاید بشیم گفتگو بکنیم حالا با کیا میخوای ائتلاف بکنی علیه من بعد احتمالا اسرائیل برگشته گفته که با بحرین و امارات بعد ایران گفته بحرین و امارات برو هر غلطی دلت میخواد بکن اصلا گفتگوی با تو ندارم اینا تعطیل تعطیلن تو میخوای با بحرین و امارات برای من رجز بخونی که کشور به حساب نمیاد اینا خیلی تلاش بکنن کاریکاتور یک هست کاریکاتور یک کشوری که اگر شیشه برج هایش بشکند وزنی دیگه برای دنیا نخواهد داشت اصلا برای اون کسانی که اونجا هستن هم وزنی نخواهد چون اقتصاد درش دیگه معنی نداره چون امنیت درش معنای نداره چون راحت به بازی گرفته میشه خب این ماجره ها و این تلاش هایی که اینها علیه ایران انجام دادن اصلا جدی گرفتن شد اصلا از سوی هیچ کس جدی گرفتن شد ولی نیروهای مسلح ایران ترجیح دادن که هشدارهایی رو به کشورهایی بدن کشورک هایی که اینها اثبات کردن اگر لازم باشه وقاحت طایفه بارزانی و اون کسانی که در اقلیم شمال عراق هستند رو دارن برای اینکه ظرفیت منطقه خودشون رو در اختیار دشمنان ایران قرار بدن من میخوام بخشی از صحبت های سردار سلامی در دیداری که از این جزیره داشته رو برای شما بخونم بعد چند تا نکته رو خدمت شما ارسام کرد ابتدای صحبتشون اینجا یه جمله میگه این جمله یه کلمه داره من به خاطر اون کلمه دارم این جمله رو میخونم میگه که در اینجا حاضر شدم تا ضمن عرض خود و قوت و به رزمندگان دریا دل با مشاهده روحیه بالا همیت و غیرت ملی نشاط معنوی و سلاشوری آنان و امید به آینده روشن و با افتخار نظام اسلامی مسم و با افتخار نظام اسلامی مصممتر در مسیر گام دوم انقلاب حرکت کنیم میگه اینجا حضور پیدا کنم تا با این روحیه‌ای که شما دارید در مسیر گام دوم انقلاب حرکت بکنیم این گام دوم رو گوشه ذهنتون داشته باشید من اول میخوام اشاره کنم به یک جماعتی که ما اینها رو توی جریان انقلابی داریم و توی جریان مذهبی داریم ببین اینا استاد این هستن که کلمات و واژه ها رو به لجن بکشن. یعنی فقط کافیه که آیت الله خامنه‌ای مثلا بگه غیرت دینی اینا به لجن میکشنش به بدترین شکل ممکن و بدترین جاهای ممکن ازش استفاده میکنن یا مثلا کافیه برگرد بگه آتش به اختیار بعد مثلا یه مصاحبه از یکیشون در میاد میگه هاجی ما یه سری اکانت فکر رفتیم ساختیم با این اکانت های فیک آتش به اختیار کار کردیم این اسمش آتش به اختیار نیست تو دلقک بازی خودت نباید اسمش بذاری آتش به اینا معنی درستی و این قضیه نداره برو بررسی کن ببین اون جمله‌ای که اون گفته چیه به لجن نکشید معنای زیبای جملاتی که این فرد هدفمند داره میگه گام دوم هم از جمله کلماتی است که ایشون بهش اشاره کرد و این معنا داره اینجایی که سردار سلامی داره به این قضیه اشاره میکنه اشاره داره به اینکه ایران یک نقشه راهی رو تعریف کرده و در اون نقشه راهی که تعریف شده ایران داره از یک تمدن نوین حرف میزنه تمدنی که بهش تمدن ایرانی لزوما نمیگه تمدن نوینی که بعضا از واژه اسلامی در کنارش استفاده میکنه چرا چون میخواد به ملت های منطقه بگه که اگر مسلمان هستین بیاید در کنارش قرار بگیرید این چیزی که من دارم از ازش صحبت میکنم ایران نیست که بگی من ایرانی نیستم کنارت نمیام نه نه این یک چیز فراتریه اگر مسلمان هستی پس بیا کنار من ایران وایسا دقت شد اینجا این جمله ای که ایشون داره بهش اشاره میکنه در خصوص گام دوم اشاره به همین قضیه داره من دیدم که در بعضی از گزارش ها در اندیشکده های غربی تردید دارن فکر کنم گزارش بود در اندیشکده واشنگتن که به همین اشاره کرده بود میگفت این رفتاری که ما داریم الان در منطقه میبینیم نشون میده که اینها یک مسیر هدفمندی رو پیش گرفتن یک عقل واحدی است که در یک برنامه‌ریزی دقیق انجام میده دقت این چی شد میخوام بگم که من از این جمله که بارها از سوی بعضی از چهره خاص در ایران تکرار میشه یک حس نقشه راه داشتن رو برداشت میکنم حس نقشه راهی که یه جاهایی به خاطر سو... چجوری بگم سوتی های پیش پا افتاده در ایران تو ذوق میزنه مثل قضیه خودروسازی اون مثل چیزای این شکلی یه جاهایی دیگه با حقیقت جغرافیایی که به وجود اومده خودش رو به ما اثبات میکنه نشون که آره آره یک نقشه راهی پشت این قضیه هست ادامه رو میبینیم ایشون در ادامه صحبتشون اشاره میکنم به اون چیزهایی که نیروهای مسلح ایران در حوزه دریایی داره ازش استفاده میشه میگه که به دستاوردهای فوق العاده رسیدن در حوزه پهبادی موشکی شناوری جنگالی هوادریا و زیر سطحی که اینها به اصطلاح خودمون در این حوزه برای تمام سطوح دفاعی به لحظه واکنش سری و موثر داشته باشد برای اینکه بتونه نیروهای مسلح رو کمک بکنه واکنش سریع داشته باشن اون نکته که برام خیلی مهمه اینجا هست که ایشون یک هشداری میده به برخی از رژیم های حاکم بر کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس منظورش این جزایری است که در جنوب ایران دیده میشن اسم خودشون رو گذاشتن کشور و خیلی هم تاکید دارن که نقطه ای که در جنوب ایران قرار گرفته اسمش خلیج فارس نیست متن صحبت ایشون رو میخونم میگه که متاسفانه بعضی از رژیم های حاکم بر کشورهای جنوبی خلیج فارس ارتباط سیاسی و امنیتی را با رژیم صهیونیستی برقرار کردند خب ما دو تا موضوع در اخبار شنیدیم اخیرا یکی از این موضوعات اشاره داشت به اینکه به زودی وابسته نظامی اسرائیل منصوب و در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر می شود این هم باید دقیق مورد بررسی قرار بگیره چون ظاهرا این شیوه رفتاری جدیدی که آمریکا در دستور کار قرار داده من شنیدم توی برای مثال در عراق توی یکی از پایگاه‌هایی که اینها در اقلیم کردستان دارن اومدن سیونستان رو مستقر کردن فهمیدین چی شد یعنی مثلا آمریکا میگه که من اینجا حضور دارم بعد تو نگاه میکنی که خب تو حضورت غیر قانونیه باید بری بیرون ولی من تلاشامو به مختلف میکنم که تو رو بیرون بفرستم مون تو صحنه اصلا نیاد اون اینو فهمیدی که تو رو این حساسی و میدونی که این باید حضور داشته باشه بعد داره در پایگاه خودش به اونجا میده تو یکی از پایگاه‌های عراق این اتفاق ظاهرا رخ داده حالا در بحرین داره تکرار میشه یعنی اینها رو پایگاه جدید بهشون نمیدن چون میدونن اگر پایگاه جدید به اینها بدن اون پایگاه قطعا مورد هدف قرار میگیره به خاطر همین در پایگاه آمریکایی ها دارن بینو جا میدن و اشاره کرده این که یکی از اخباری که اخیرا منتشر شده اشاره کرده به همین که اینها وابسته نظامی دارن میفرستن در ناوگان پنجم نیروی در آمریکا در بحرین مستقر بشه و یکی دیگه از اخباری که من شنیدم فکر میکنم مربوط دیروز بود این خبر اشاره داشت که یک افسر و موساد داره میفرسته یک افسر ارشدی که موساد داره میفرسته در بحرین مستقر بکنه این هم حالا کارهایی رو داره قراره برای این ها در همین حوزه انجام میده هشداری که سردار سلامی داره میده به نیروهایی که به کشورهای هاشی خلیج فارس از همین جنسه و اشاره هست تو همین قضیه متن شما میخونم متاسفانه بعضی از رژیم های حاکم بر کشورهای جنوبی خلیج فارس ارتباط سیاسی و امنیتی را با رژیم سیاسی برقرار کرده اند که این موضوع تهدید جدی برای امنیت منطقه و به خصوص خود این رژیم هاست ما با صراحت اعلام می‌کنیم. و هشدار میدهیم استمرار این گونه ارتباطات به هیچ عنوان قابل قبول نیست اینو یک چهره سیاسی در ایران نمیگه فرمانده نیروهای مسلح ایران یکی از فرمانده های ایران داره این رو میگه اینی که این گونه ارتباطات به هیچ عنوان قابل قبول نیست و آنها باید بدانند وجود رژیم پلیج سهیونسی در هر نقطه ای عامل ناامنی است خیلی حرف حرف دقیقی زمانی که یک رژیمی در یک جایی حضور پیدا بکنی که عامل ناامنیه یک رژیمی که عامل شرارت هست این منجر میشه به اینکه ادعی باش برخورد بکنن چرا چون میخواد اونجا حضور پیدا بکنه برای ایجاد تنش پس طبیعتا آن چیزی که رخ میده این هست که اون منطقه ناخواسته ناامن میشه کسی اومده درش منتقل که دنبال تنشه دیگه پس ناخواسته منطقه به سمت ناامن شدن میره چون ادعی به این جمعنی که باید باش برخورد داشته باشن ادامش رو ببینیم ایشون گفته که حضور صهیونیستها در این مناطق قابل تحمل نبوده و لازم است این رژیم ها در این مشکی سیاسی خود تجدید نظر بکنند ما چند ماه قبلتر مشابه این هشدار رو خطاب به مقامات اقلیم کردستان داشتیم فکر میکنم اون موقع سردار فدوی بود یک سخنرانی انجام داد گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم در مرزهای غربی ما اتفاقاتی داره میفته اون کسانی که در این مرزها پایگاه نظامی در اختیار دشمنان ما قرار دادن حواسشون باشه ایران نسبت به این قضیه سکوت نخواهد کرد یک بار دو بار سه بار این هشدار در حوزه سیاسی همه اینها داده شد که آقا ما نیرو مسلح همون داره به تذکر میده دیگه جمع کن بساط دیگه اینکه نمیشه که من یک کشوری هم وسط این منطقه هر روز یه تیکه از منطقه رو به اسم استقلال تجزیه میکنن بعد اسرائیل میاد اونجا قله تشکیل میده علیه من من نمیتونم واسم نگاه بکنم کمی بهتر از این ماجرا بود که یک ضربه اساسی و دردناک به سحیونس در اقلیم کردستان وارد شد من احساس میکنم این جمله ای که سردار سلامی الان بهش اشاره کرده جمله از این جنسه یعنی اگر آنجایی که داریم به عنوان بهره ازش صحبت میکنیم و استان سابق ما بوده قرار بشه به مرکزی برای شرارت علیه خودمون تبدیل بشه قطعا اینجا نقطه هست که ایران در سکوت نخواهد کرد و شاهد ضربات دردناک به بدخواهان ایران در این نقطه خواهیم بود اگر موافق باشید من چند تا پیام برای شما بخونم یکی از دوستان نوشته که سلام آقای تحلیلگر در برای اون توییتی که یمنی ها زده بود شما گفتید که وقت کمه ولی معنی این کلمه عربی میشه که چقدر وقت باقی مونده نه نه من منظورم این بود که داره میگه آقا زمان نداری من بهت گفتم که کلیت ماجرا رو دارم میگم ارزم این بود که داره به سعودی ها میگه که سه روز برای تایم مشخص کردم ببخشید زمان مشخص کردم توی این تو این سه روز تصمیم خودتو چی چیکار میخوای بکنی میخوای وسط این میدونه وایسی و نبرد ادامه بدی و چیزی تحت عنوان آرامکو برای تکرار بشه یا اینکه نه داری لحظه شماری میکنی برای اینکه تو هم تمامش بکنی و اینکه منطقه ما به آرامش خودش برگرده اگر اشاره کردم اشاره از این جنس بود. نمیدونم تردید دارم ولی فکر میکنم در خصوص توییت نگفتم گفتم کلیت ماجرا این شکلیه بجد ممنونم از تذکری که به ما دادین یکی دیگه از دوستان گفته که آقای تحلیلگر عزیز ویدیو سخنانه آقای رحیم پور رو که ندیدم جریان چی بود چی شد لطفا توضیح آره من یه دونه ویدیو آماده کرده بودم بعد این ویدیو بخشی از صحبت‌های آقای رحیم پور بود آقای رحیم پور میگه که در خصوص ورزشگاه رفتن خانم ها که اصلا چیزی تحت عنوان حرام تو این قضیه نداریم. ما نداریم هیچ کجای دین ما همین گفته نشده این توییت رو این ویدیو رو خبروزی دانشو منتشر کرده بود من تا قبلا در قالب یک مستند توی توییتر توی یوتیوب منتشر شده بعد به خاطر همین زمانی که ما این رو منتشر کردیم یوتیوب این رو بخشی از اون مستند تشخیص داده و حذف کرده بود کلیت ویدیوی ما رو کلا حذف کرد بعد دیگه ما اونو مجبور شدیم ادیت و بدون بخش سخنرانی آقای رحیم پور ارائه بدیم که البته کاملش توی کانال موجود هست یکی دیگه از دوستان گفته که سلام رفیق من توی اینستا نتونستم توی گوگل هم نتونستم پیجتون رو پیدا کنم اگه میشه راهنمایی کنید ممنون سلام خیلی مخلصم این ویدیویی که دارید مشاهده میکنید توی کپشنش اگر نگاه کنید لیست تمامی صفای ما هست چه اونهایی که از شبکه شما داخلی هم چه اونهایی که از خارجی ها هستن اینستاگرام هم درش موجوده اون اگر یک کلیک داخلش بکنید ما در اینستاگرام در خدمت شما خواهیم یکی دیگه از دوستان گفته که سلام خسته نباشید اول اینکه من موافقم با هر کسی که قدماش به نفع ایران و ایرانی باشه این رو دوست عزیز من آقای محمدی گفته اینو گفتم که فکر نکنید مخالفم و این چیزا دوم اینکه آقا مگه اینستا بد نیست واتساپ بد نیست تلگرام بد نیست پس چرا از مجلسی ها بگیر تا برنامه‌ساسا حتی خود جناب تحلیلگر همتون دارید استفاده میکنید و مردم رو هول میدی تو تلگرام و اینستا آقا داستان چیه من رو روشن کن بسیار ممنونم از پیام شما من چجوری باید مثال بزنم که داستان را بیفته یه جاده ایه؟ ما هممون داریم از این جاده استفاده می‌کنیم. پیام رسان ها جاده هستن که داریم ازش استفاده می‌کنیم. حالا من میگم این جاده ای که داری ازش استفاده میکنی فراز و نشیب هایی داره و تو من میگی که خب پس چرا داری ازش استفاده میکنی او چون جاده دیگه نیست جاده ای دیگه ای اگر داری به من نشون بده من ازش استفاده بکنم جاده ای دیگه ای نیست من ازش استفاده کنم چون کشورهای شرقی اصلا بهش فکر نکردن که چیزی بسازن چون همه ما از لحظه که چشممون رو باسیان دیدیم در بستر آنها هستیم در داخل کشور خودمون بستر مؤسسه ساخته نشده دقت این 65 دو تا هم متفاوت داره اینکه من در جاده حضور داشته باشم برای اینکه مسیرم برسم و اینکه در عین حال که در این جاده هستم در خصوص فراز های صحبت بکنم دو تا هم متفاوت دارن دومی رو دارم انجام میدم نکته خیلی مهمی که می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم به این بهانه این هست که ببین یه بخشی از اعتراضایی که ما در می‌شنویم در خصوص وضعیتی که پیام رسان ها دارن و هشدار هایی که می بینن شبکه اجتماعی این فقط مربوط به ایران نیست من گزارش از سوئیس برای شما خواندم که تو این گزارش اشاره کرده به اینکه اینها دارن یک پیام رسان داخلی می سسن. حرف حسابشون چیه ببین سوئیس میگه که ما به این جمع رسیدیم که اینستاگرام هر موقع که احساس بکنه لازمه اطلاعات کاربرهای ما رو در اختیار آمریکا قرار میده بدون هماهنگی با ما این کار رو انجام میده و این بخشی از چیزیه که به طور رسمی در گزارش های سوئیس اومده من یک گزارش از رسانه خوشون برای شما خوندم بعد اینا گفتن که چیزی که ما بهش رسیدیم اینه باید یه پیام رسان خودمون داشته باشیم پیام رسانی که بتونه به معنی واقعی کلمه یک پیام رسان ایرانی باشه که من بتونم اون رو جایگزین بکنم در همه اوضاع بدونم که کار موثری که از دیگر پیام رسان ها میخوام برای من میتونه انجام بده نکته دیگه ندارم اگر شما هستید که نکته ای در قالب کامنت برای من بفرستین خیلی مخلصم وقتتون بخیر